درود بر شما. با 180 ثانیه جمعه 15 دی ماه همراه ما باشید. رسانه‌های حقوق بشری ایران میگویند زینب خونیاپور، شهروند ساکن بهبهان، به دلیل انتشار تصاویر بدون حجاب در فضای مجازی به حبس محکوم شده است. همچنین حکم 74 ضربه شلاق رویا حشمتی که به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری صادر شده بود روز 13 دی ماه اجرا شده است. این زن مخالف حجاب اجباری روایتی هولناک از اجرای حکم خود نوشته و گفته در زمان اجرای حکم سرود برپاخیز برای زن زندگی آزادی را زمزمه می کردم. وزارت امور خارجه آمریکا امروز جمعه 15 دی ماه اعلام کرد تا 10 میلیون دلار جایزه برای هر گونه اطلاعات منجر به مختل کردن سازوکارهای مالی سازمان حماس اختصاص داده است. طبق اطلاعیه وزارت امور خارجه این جایزه در قالب برنامه پاداش برای عدالت است و هدف از آن کسب اطلاعات درباره 5 تسهیل کننده مالی می باشد. سازمان عفو بین الملل با هشدار درباره احتمال اعدام قریب الوقوع رضا رسایی، معترض بازداشت شده در جریان خیزش انقلابی مردم در شهر صحنه، تاکید کرد مقام‌های حکومت ایران باید هر گونه برنامه برای اعدام رضا رسایی را متوقف کرده و محکومیت او را لغو کنند. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان در ایران خبر داد برای مریم جوادی، دانشجوی حقوق دانشگاه ساپینزای روم که سال گذشته برای ملاقات با خانواده به ایران سفر کرده بود، با اتهامات تبلیغ علیه نظام و اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت، پرونده قضایی تشکیل شده است. طبق نظر هواشناسی امروز جمعه در شهرهای صنعتی کرج، تهران، قم، اصفهان، عراق، مشهد و تبریز به دلیل افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس اعلام شد. مردم ایران بدبختا دارن توی هوا نفس می‌کشن. اینا هم لابد کار اسرائیل و آمریکاست. اینا عذاب سوزی می‌کنن. شرکت کشتیرانی دانمارکی مرسک گفته است که تمامی کشتی‌های این شرکت به دلیل حملات شورشیان حوثی در یمن برای مدتی از تردد در دریای سرخ اجتناب خواهند کرد. مرسک تایید کرده که تمام اطلاعات موجود نشان می‌دهد که خطر امنیتی برای حرکت کشتی‌ها در این مسیر همچنان بالاست.